از کشتارهای بی‌رحمانه مخالفین تا بی‌پروایی حکومت. شهریان کابل در یک راهپیمایی حکومت وحدت ملی را به بی‌پروایی متهم می‌کنند. مردم داخل ارگ شده، اینا را زده زده نکشن، خوب از اینا از این قدرت دست بکشن. رئیس جمهور غنی برای رویدادها و کشتارهای پسین در کشور باید به ملت پاسخ دهد. شماری از شهروندان کابل در راهپیمایی مسالمت‌آمیز حکومت وحدت ملی را حکومتی بی‌پروا و بی‌صلاحیت خوانده و رهبران حکومتی را نیز متهم به بی‌توجهی نسبت به سرنوشت مردم کردند. این اعتراض کنندگان می‌گویند رهبران حکومتی باید قدرت را رها کنند، زیرا از بهر کوتاهی آنان کارد به استخوان رسیده است. زکریا حسنی گزارش می‌دهد. ما خون فرزندانمان را میگیریم. مردمی که زمانی برای ایجاد حکومت وحدت ملی حماسه آفریدند، اینک در برابر همین حکومت مشت گره کردند و شعار سر میدهند. میگویند از حکومت وحدت ملی خاصی ندارند، زیرا رهبران این حکومت نه توان اداره کشور را دارند و نه قدرت پاسداری از جان ملت را. ما از دولت هیچ گونه خواستی نداریم، به خاطر که این دولت دولت فاسد است. این دولت دولتی است که در مقابل اینقدر جنایات که طالب و داعش کرده، سر هموطنهای ما را بریده، به جای از اینکه بیان پیش مردم ما سرخم کنن و استعفای خود پیش کنن و نفرین بفرستن به خود، میگه که باید از طالبا رسما معذرت خواهی شود. اگر اینا میخواهند که به سرنوشت صدام و حسن مبارک روبرو نشن و مردم داخل ارگ شده، اینا را زده زده نکشن، خوب از اینا از این قدرت دست بکشن. اینان تاکید دارند که روبوده شدن 31 مسافر، ناامنی ها و کشتارهای پسین در بلخ و داستان غم‌انگیز کشتار ارتش ملی در بدخشان به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و باید رئیس جمهور پاسخ این کوتاهی را دهد. رئیس جمهور در برابر ملت بر حق ما استاده شود، در یک مناظره روبروی توضیحات میدهد. اینها کی هستند که ملت ما را قتل میکنند و رئیس جمهور دولتی با اصطلاح وحدت ملی با کیها ظلم میکنند؟ گویا در این روزهای پسین، افزون بر مسئله آزادی 31 مسافر روبوده شده، ناامنی ها در شماری از ولایت های کشور و خطر ظهور داعش مردم را بیش از پیش نگران کرده است. نگرانی که حکومت تاکنون نتوانسته آن را برطرف کند و ظاهرا همین ناتوانی حکومت سبب افزایش روزافزون انتقادها بر ضد حکومت وحدت ملی شده است.